توهین نادرخان کتوازه به مارشال دوستم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی احمد طارق یزدان پرست، توهین نادرخان کتوازی به مارشال دوستم. نادرخان کتوازی یک بی‌سواد مارشال شده و کسی به نام خراسانی کوچی ها را توهین می کند. ما را مجبور نسازید که از طالب حمایت کنیم. در این حال به نقل از صفحه رسمی 8 صبح کابل، خشم مارشال علیه سرقومندان اعلی با دولت و طالبان بجنگید. در اواخر ماه حمل سال جاری، اداره ارگانهای محلی به حکم رئیس جمهور غنی، نقیب الله فایق والی پیشین ولایت فاریاب را بر کنار و به جای او فردی به نام محمد داوود لغمانی را که قبلا به حیث مشاور در شورای امنیت ملی کار می کرد تعیین کرد. این تصمیم رئیس جمهور غنی منجر به اعتراض مارشال عبدالرشید دوستم و هوادارانش شد. پس از تصمیم رئیس جمهور غنی مبنی بر تعیین محمد داوود به حیث والی فاریاب و جای نقیب الله فایق والی پیشین این ولایت، حزب جنبش ملی بر رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و باشندگان ولایت های شمالی دست به اعتراض های گسترده ای زدند. در ادامه اعتراضات امروز، ویدیوی از صحبت تلفنی مارشال دوستم با هوادارانش نشر شد. در این ویدیو مارشال دوستم با زبان ازبکی به هوادارانش دستور می دهد که والی جدید و کسانی را که تلاش دارند او را به حیث والی معرفی کنند. دستگیر و پس از آن با مرمی به پیشانیشان بزنند. باید دستگیر شود و کشته شود. آقای دوستم از روزهایی که باشندگان ولایت فاریاب در برابر تصمیم ریاست جمهوری استادگی کرده اند به مثابه روز تاریخی یاد کرد و به هوادارانش صریحا دستور می دهد که سرنوشتشان را به دست خودشان بگیرند و در قبال آیندهشان بی تفاوت نباشند. روز تاریخی هست. بی تفاوت نباشید، سرنوشت خود را خودتان به دست بگیرید. در اواخر ماه حمل سال جاری، اداره ارگانهای محلی به حکم رئیس جمهور غنی نقیب الله فایق والی پیشین ولایت فاریاب را بر کنار و به جای او فردی به نام محمد داوود لغمانی را که قبلا به حیث مشاور در شورای امنیت ملی کار میکرد تعیین کرد. این تصمیم رئیس جمهور غنی منجر به اعتراض مارشال عبدالرشید دوستم و هوادارانش شد. باشندگان ولایت فاریاب از شروع ماه ثور به اعتراضهایشان شروع کردند و اکنون نزدیک به یک ماه می گذرد این اعتراضات ادامه داشته و دامنه های آن تا ولایت های بلخ و جوزجان گسترش یافته است. شماری از باشندگان ولایت فاریاب در نخستین روزهای اعتراضات بر رسانه ها گفتند که به دستور مارشال عبدالرشید دوستم در اینجا گرد آمده اند و نمی گذارند که والی لغمانی غنی که آشنایی با جغرافیایی و مردم ولایت فاریاب ندارد در این ولایت که در محاصره طالبان هست کار کند. عنایت الله باربر فروهمند معاون نخست شورای عالی مصالحه ملی و عضو ارشد حزب جنبش باری در برگه فیسبوکش نوشته بود که در روزهای عید رهبران دولت افغانستان شروع جنگ سرد جدید را در شمال کشور اعلام کردند. آقای فرهمند در ادامه نوشته بود که نادیده گرفتن خواسته های ملت در شرایط حساس
ناامنی و اعزام افراد ناموثر فرمایشی به عنوان حاکم مردم برخلاف اهداف اصلی یک نظام مردم سالار و اعلام جنگ علیه آرای ملت محسوب می شود. در همین حال و بر بنیاد گفته های مقام های محلی قرار بود که والی معرفی شده از سوی اداره ارگان های محلی چند روز پیش کارش را به حیث والی در فاریاب شروع کند، اما معترضان نگذاشتند که هواپیمای حامل او در میدان هوایی این ولایت نشست کند. امروز تصویری از آقای داوود در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد او در مقر فرماندهی ارتش در شهر میمنه حضور دارد. اعضای شورای ولایتی ولایت فاریاب تایید کردند که آقای لغمانی از اردوگاه ارتش در شهر میمنه به کارش شروع کرده است و دفتر مقام ولایت فاریاب در دست معترضان است. سخنان دیروز مارشال دوستم به هوادارانش به گونه سری اعلام جنگ با رهبری دولت افغانستان است. سخنان مارشال دوستم که به گونه گسترده در فضای مجازی دست به دست می شد، نشان از قاطعیت این نظامی سابقه دار کشور در برابر تضمیم ارگ مبنی بر عزل و نصب والی در ولایت های تحت نفوذش دارد. مارشال دوستم در چند دهه اخیر نقش تعیین کننده در جابجایی قدرت داشته و رویارویی او با ارگ ریاست جمهوری بدون تردید در شرایط فعلی زنگ خطری را برای ارگ به صدا در آورده است. باتور دوستم فرزند مارشال دوستم در برگه فیسبوکش نوشته است که اعتراض های مدنی حق مسلم مردم است و سلب این حق پایه های جمهوری را متزلزل می کند. مردم فاریاب از روز نخست مخالف معرفی آقای لغمانی به صفت والی فاریاب بودند، اما رهبری حکومت به خواست مردم توجه نکرده و بار دیگر خواسته های مردم را زیر پا کرده است. مارشال دوستم در انتخابات 2014 یکی از کسانی بود که در کنار رئیس جمهور غنی استاده و بر اساس نفوذی که در میان ترک تباران کشور داشت از او به عنوان بانگ رای یاد شد. امروز او در برابر رئیس جمهور غنی به هوادارانش دستور می دهد که اگر روزی رای شما در انتخابات تعیین کننده بود، امروز هم می توانید سرنوشتتان را با دستان خودتان رقم بزنید. در کنار شما میلیون ها ترک تبار هست، از هیچ کس نترسید، شما حمایت میلیونی دارید. رجب طیب اردوغان از شما حمایت می کند، چندین مملکت از شما حمایت می کند. دیده می شود که آقای دوستم در این اعلام جنگ پشتیوانه های قویه در برابر ریاست دارد. او به گونه تصریح می گوید که رئیس جمهور ترکیه و چند کشور دیگر در این جنگ از او حمایت می کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان.